تروسک صادقی همکارم در اربیل همراه میشیم. تروسک، نخست وزیر عراق بارها هشدار داده بود به این گروه های شبه نظامی و مسلح که اونها رو غیر قانونی میدونه، انتقاد کرده بود و خواسته بود که اونها در واقع قوانین رو رعایت کنند و کنترل دولت رو بپذیرن. حالا همین گروه ها در میدان تحریر آمدند و در سالگرد ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی نمایش قدرت اجرا میکنند. رسانه ها چطور به موضوع پرداختن؟ وقتی مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شد، همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی از یعنی شعارهای اون این بود که کنترل گروه‌های مسلح رو باید بکنه، سلاح باید از دست اونا خارج بشه و تحت نظارت دولت یک ارتش واحد باید وجود داشته باشه. آخرین حمله به سفارت موجب شد که نخست وزیر عراق، یعنی نیروهای امنیتی، حمله بکنند به گروه اصائب اهل الحق و یکی از فرماندهان ارشد نظامی اون رو دستگیر بکنند. ناظران در عراق میگن اقدام دولت به خاطر این بود که انتقادهایی که به دولت وارد شده اون رو خاموش بکنه، در این مورد که دولت اقتدار خودش رو در برابر این گروه ها از دست داده، و اینکه ماجرای حمله به سفارت که موجب شد آمریکا حمله بکنه به سلیمانی و مهندس، این ماجرا باز تکرار نشه و آمریکا حمله نکنه به گروه های دیگر در داخل عراق. نگرانی ها اما زیاد اینجا در عراق، چون عراقی ها اینطور تصور میکنن به گفته ناظران اینکه ایران کشته شدن سلیمانی رو از چشم عراق میبینه. یکی از روزنامه های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران این مطلب رو عنوان کرده بود که به صحبت های حیدر العبادی پرداخته بود، گفته بود هواپیماهای آمریکایی با اجازه دولت وقت اومدن و حمله رو انجام دادن، اسم کاظمی برده شده، و این همون نگرانی هست که اینجا ناظران در موردش صحبت میکنن، چون در روزنامه هم در متنش اومده بود که قاسم سلیمانی در داخل عراق و در بغداد کشته شد که نباید اون رو فراموش بکنند. اما مسئله اینه که با تشدید تهدیدهای آمریکا و تحرکات نظامی آمریکا، جریان‌های سیاسی در داخل عراق موضوع رو جدی‌تر گرفتن. مثلا حزب الله عراق همین امروز بیانیه دادن، با اینکه زبان تندی رو به کار بردن، دولت رو تا حدودی تهدید کردن، اما باز گفتن که نمیخوان دولت سرنگون بشه و حمله نمیکنن به سفارت. صدر دیشب همینطور گفته بود نمیخوان عراق وارد جنگ بشه، به صحنه جنگ تبدیل بشه. از طرف دیگه فالح فیاض، رئیس هیئت هشت شبیه، همین امروز حدودا ساعتی پیش در میدان تحریر بغداد صحبت کرده بود، گفته باید حاکمیت عراق حفظ بشه و قدرت یک پارچگی عراق در قدرتش در یک پارچگیش تحت نظارت مرجعیت. یعنی صحبت‌های امروز فیاض و جریان‌های دیگه اینو نشون میده که این گروه‌ها اولین که نمیخوان عراق به صحنه درگیری تبدیل بشن، و دومی که در آستانه انتخابات نمیخوان رأی مردم رو از دست بدن، و ناظران هم قبلا همین موضوع رو بارها مطرح کردن و با اینکه تقسیم شده بود نگرش ناظران نسبت به اینکه در عراق چه اتفاقاتی پیش خواهد افتاد. با توجه به تصاویری که دیدی از تجمعی که اتفاق افتاده و این بحثی که مطرح کردی در گزارشت که اینها در واقع رفتند و با اتوبوس از جاهای دیگه طرفدارانشون رو آوردن و در بغداد متمرکز کردن، چقدر نسبت به تجمعهای قبلی که از این گروه ها می دیدی از لحاظ تعدادی برابری می کنه؟ خب هشت شعبی در چند روز گذشته همونطور که شما هم اشاره کردید، یعنی فعالیت خودشون رو نشون دادن. اونا تلاش کردند که تمامی هواداران خودشون رو از استانهای دیگه به منطقه به میدان تحریر بیارن و اونجا نمایش قدرت ایجاد بکنند، ولی خب مسئله اصلی اینه که دولت تونسته و با هشدارهایی که از جانب دولت منتشر شده و جریانهای سیاسی هم دارن، خودشون همون جریانهایی که مثلا حزب الله، هشت شعبی، فرماندهانشون، رهبرانشون دارن تأکید میکنن، اونا نمیخوان که امروز در بغداد تنش ایجاد بشه و کنترل از دست نیروهای امنیتی خارج بشه، با اینکه قبلا توصیه هایی هم شده بود از جانب هیئت های یعنی برگزار کننده این اعتراضات، گفته بودند که نباید شعار سر داده بشه، یونیفرم ببرند یا نماد، پرچم و نماد احزاب رو در دست بگیرن. در هر صورت
تا حدودی پرچم‌های گروه‌های مسلح رو می‌بینیم، هشت شعبی یا حزب الله در بین هواداران هشت در میدان تحریر، یا شعارهای سر دادند برخلاف اون توصیه‌هایی که گفته شده بود بر ضد اسرائیل که بیشتر می‌شنیدیم. اما اونطور که اینجا در رسانه‌ها بسیار تأکید می‌کنن روش، امروز ظاهراً اتفاقی نخواهد افتاد، از اون جهت که جریان‌ها همه متفق هستن بر این که عراق به صحنه درگیری تبدیل نشه و معترضان به منطقه سبز بغداد نرن، و همونطور که قبلا هم اشاره کردم بیشتر بر این مسئله بعدی هم اینه که اونا نمیخوان رأی مردم رو از اون جهتی هشت شعبی در نظر داره در انتخابات بعدی شرکت بکنه و به پارلمان راه پیدا بکنه، نمیخوان رأی مردم رو از دست بدن و موجب نگرانی برای مردم بشن. اما این رو فراموش نکنیم در چند روز گذشته تهدید برخی گروه‌ها همچنان نسبت به آمریکایی‌ها وجود داشته، مثلا اصحاب الکف بارها تهدید کردن نیروهای آمریکایی رو و از طرف دیگه شهروندان عراقی رو که برای اونا کار میکنن، ولی خب در هر صورت باید منتظر بود، چون فعالیت و این مراسم هشت شعبی خودش عنوان کرده بود تا 9 ژانویه ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی فعالیت‌های اونا در به مناسبت سالروز کشته شدن سلیمانی و مهندس، و باید منتظر بود ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فروشکه صادقی در اربیل، ممنونم از تو.